بینندگان ایگان و قدر تلویزیون جهانی آریانا لخواندان برنامه روش روشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عیزان بیننده، باز هم آصف مصطفی با گذشت یک هفته بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم که موضوع بحث امروز ما در رابطه با تهمت است. بین بداریم که از دیدگاه شریعت اسلام تهمت چیره میگه؟ کسایی که دارای چنین عمل زشت هستند و بالای افراد اشخاص تهمت میبندند چی گناه دارد و چقدر گناهش است و چگونه ما میتونیم از این عمل زشت و ناپسند خود را نجات بتیم و سبب رفاه و آسایش و رستگاری دنیا و آخرت خود را بسازیم که در بحث کنونی باز هم ما با خود جناب محترم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن را داریم که در شروع استاد را خوش آمدید میگم. استاد به برنامه خوش آمدید. عزیزان بیننده وقت را به استاد میتیم، با شما یک جا زبان استاد در رابطه با موضوع میشنویم و بعد از او باز بخیر منتظر تماس های شما عزیزان هستیم و پاسخ شما از استاد میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. در رابطه با بهتان و یا تهمت و یا غیبت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول صلی الله علیه و سلم، ما زمانی که غیبت یک نفر میکنیم، یعنی که صفات بد امو انسان در عدم حضور آن انسان در یک مجلس بیان میکنیم، اینمی صفت خود در وجود آن شخص هست اگر ما را در مجلس دیگر بیان میکنیم، نبی علیه صلات و سلام فرمود که غیبت همین را گویند که تو یک صفت بد یک انسان ولو که صفت در وجودش باشه، در غیابت امو انسان در مجلس دیگر یادآور میشی که اگر آن انسان خبر شود که تو این صفت مرا در اینجا بیان کرده ای خفه شود. هذه هی الغیبه، اینمی غیبت است. اگر در وجود یک انسان یک صفت بد نباشه ولی تو میگی که فلان انسان این صفت بد در وجودش هست، این بهتان است، تهمت است و گناه تهمت و بهتان از غیبت کرده بیشتر و زیادتر است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان سوره نساء آیه 112 می فرماید و من یکسب خطیئه او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. کسی که یک خطا یک گناه را خودش انجام بدهد، باز بعدن بگوید که همین گناه را فلان کس کرده و او فلان کس بری باشه، از این گناه پاک باشه، یعنی که او را متهم به یک گناه کنه. به عباره اصطلاح ما و شما تهمت بزنه علیه یک انسان، حالا امید تهمت زننده حمل کرده بهتان را و گناه بسیار آشکارا را. به این معنا که گناه تهمت و گناه بهتان از گناه غیبت کرده زیادتر و بیشتر است و عظمت و گناه بهتان از قباحت و جزای گناه غیبت ثابت می شود. در رابطه با غیبت نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که الغیبت و اشد من الزنا، غیبت گناه است از زنا کرده بیشتر هست. و همچنان نبی علیه السلام می فرماید که غیبت، کسی که مرتکب غیبت می شود مرتکب گناه کبیره شده است و نیکویی و حسنات و کارهای خوب امی انسان از بین می برد. و الله سبحانه و تعالی در رابطه با غیبت می فرماید که ولا یغتب بعدکم بعدا ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، یکی شما غیبت دیگر را نکنند. و
آیا شما دوست دارین که گوشت برادرتان را در حالت بخورین که او برادر شما مرده باشه؟ فکرهتموه، شما این خوردن گوشت برادر مسلمانتان را آن هم که مرده باشد بسیار بد میپندارین. آیا خوردن گوشت برادر مسلمان ای را طبیعت انسان میپذیره؟ نه، ولو که یک انسان هم وادار به یعنی تهدید به قتل هم آدم بکنه، گوشت خام نمیخوره. باز چی باشد؟ گوشت انسان، باز آن انسان هم مرده باشد. چقدر قبیح و بد است. پس غیبت کردن مثل امی حالت است و از غیبت کرده بدتر و قبیحتر باز بهتان و تهمت است که کسی اگر تهمت علیه خواهر، علیه برادر خود میبندد، حتی در عرصه و در میدان سیاست، اگر یک انسان سیاسی علیه انسان سیاسی دیگری تهمت بسته میکنه و خوب میفهمه که امی انسان گناه نداره، امی انسان امی جنایت نکرده و ایر از جان خود علیه از اون میبنده، این دیگه بزرگترین گناه و گناه خیلی آشکارا و گناه مبین را مرتکب شده است که جزای آن از غیبت کرده هم بدتر است. تشکر است. زنده باشین. عزیزان بیننده، وقت را به شما میتیم. در رابطه به موضوع اگر سوال داشته باشین، 0711-113-130 به تماس شوید. موضوعی که در شروع استاد روی صحبت کرد، یک از جمله موضوعات اجتماعی هست که یک عمل زشت یا یک عمل بدی هست که انسان داره چنین عمل اگر باشد باید از این دوری بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه را به طرف نابسامانی میبرد. عزیزان بیننده، حال یک وقفه کوتاه داریم. بعد از وقفه باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. ساعت 4 وقفه داریم. ای چرا؟ میگم تو تنظیم کنم. 4 وقفه است و هر دفعه که یا نشت نکنم تقریبا 2 لک رو پتاله دم بود. تایمی که نشت میشود ایلان نشت نشده جر میشم. بله. آل ایلان است کدام ایلان است؟ بله. بله، سلام علیکم. بله، السلام علیکم و رحمت الله. برادر خان خوب هستن؟ بخیر؟ تشکر، سلامت باشید. بفرما، در خدمت شما. استاد محترم، یک دو سوال دارم. بفرما، دو سوال. یک سوال من این سوال محترم که دمی بیرق افغانستان کرد کلمه شریف نوشتد، این در تمام جای بند از باران میدنید، برف میدنید، شمال میدنید، در زمین مخته، آیا این گناه داره؟ این کار خوب کردن نکردن که کلمه شریف در بیرق افغانستان نوشته کردن؟ یک سوالم درست. سوال دیگه راجع به موضوعتان است، موضوع برنامه‌تان. استاد محترم، امید چند نفره که یک جای شد و همین مسائل سیاسی رو بحث میکنن، مثال در همین کلانای دولت ها، حتی در گل مردم دو میدن و بحث میگه رد میگه بخاطر که کارهای خوبی کار کم میکنن، منتظر باش. میکنن و همیشه منتظر باش. عزیزان بیننده، خوش آمدید به ادامه برنامه. شما تماشاگر برنامه روش روشن به قسم زنده در سراسر افغانستان و جهان هستید. ببینیم که کدام هموطن روی خط هست و موضوع سوالشان چی باشد. بفرمایید خواهر، برنامه روش روشن است. و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر، یک سوال داشتم. همیه شاورم که هست، همیه دگه پا قنوق دو میزنه، پدر گفته دو میزنه، یا کپای بیزار داشت ماما خراب میگه، من امرو ازی چی کنم؟ های ما اگر دو بزنم من گناه نمیشم، تا اولاده این که شوخی میکنه، اولاده ما دو میزنه بر پدر مادر که تربیت یا کپای بیزار خراب میگه. یکی دیگه سوال بگیم که اگر ما نماز خدا پیش از نماز مردا بخونیم گناه نداره پیش از نماز جمعه؟ درست. نماز جمعه مردان نخواهد نرفت ما بخوریم گناه نداره؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، زنده باشید. تشکر، منتظر باشید. تشکر از خواهر ما. روی موضوع اخلاق اجتماعی سوالشان بود. سوال دومشان یک بخش فقهی بود که انشاءالله در رابطه استاد جواب میگه. منتظر باشین عزیزان بیننده. موضوع بحث امروز ما در رابطه با تهمت هست.
به این بداریم که ببینیم که کدام هموطن دیگری ما روی خط هست و موضوع سوالشان چه باشه. بله بفرمایید. بله مر رخ کو رخ شدین برادر قن، بفرما، خوش آمدی به برنامه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال تما ترکو برادر قن، بفرما. شما سلام خدا به شما و به مولوی صاحب تقدیم میکنیم. ما از ولایت زیبای سرپل خط شما هم کلام هستیم. پختو خبر وکه ورو جان، پختو خبر وکه. ما چهار برادر هستیم، پنج خواهر. امی ها درست امی ملکیت پدر پول گیره تقسیم کردیم زمینه. امی خوارا ده او وقت زمی اولیا چار اولی داریم، امی زمی چار اولی اینا حق نگیرم گو به ما زمی ملکیت پدر به ما حق بدیم، ما به دادیم اما حقا گو زمی اولیا شما حق نمیگیریم. او بازم امی اولیا را فقط 70,000 یک یک لکر می کده او رو تخصیص کرده که گوشه گیرم پیسه ایست از ما نگیرفت. مقصد امی وس آقای غواری چه خپل حق واخلی؟ بار کدام است 1500 میره دادی ممنونه رو تقسیم کرد و به خدمات آدمی ما که فرسی نخونه خدا رو مال لگاند. وس آقای غواری چه خپل حق واری؟ و اونار آره نخواهی که میاد که خدا بگیره یک کده شریعت. تشکر، منتظر وس. مهربانی اورون، منتظر وس. منتظر وس. تشکر از برادر ما، سوالش گرفته شد، منتظر باش انشاءالله. حتما در رابطه مفتی صاحب براتون معلومات میده. و چون برادر ما پشتو زبان بوده، امروزشون پشتو هم صحبت کردن، نمیفهم کلمات دقیق صدایت ما رو نمیشنیدن. ان شاء الله حتما در رابطه جناب استاد با زبان پشتو هم برای شما و کسای دیگه هم در رابطه سوال داشته باشه، ان شاء الله معلومات میده و تا مشکلشون حل شه. بفرمایید خواهر، برنامه ای داشته باشن، موضوع بحث تهمت. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام به مفتی صاحب، شما گردن نه خوبه تلویزیون آریانا. یک سوال داشتم، من بخش جورو میکنی در جان یک نفر جورو میخورم میگه جورو نزن یا تو سرم تومت میشه یا گناه داره. و یک سوال دیگه که مثلا کسی که روزی چسکه بگیرم میگه که روزی چسکه قایق خرداری داشته باشی روزی چسکه بگیری روزی چسکه نمیشه، هم درست است؟ یعنی تشکر. تشکر، منتظر باش خواهر. تشکر از سوالت، سوال بسیار خوبی که موضوع بخشی از سوالشان هم در رابطه با تهمت بود که چنان هست یا ای. بفرمایید برادر خان. السلام علیکم ورو را تاسو. و علیکم السلام و رحمت الله ورو جان، مهربانی تاسو. ورو را عبد الشکر مسلم ما فکر دینه ونه دی تلفون پکر خیب. مهربانی سر زما پښتنه دی مفتی سم محترم نه دادا چې یو دا کیفیت دل منځه دا یو ترتیب دل منځه دا په کیفیت کې خو سره فرق ده چې دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا نوافل او یو ترتیب ده چې په ترتیب کې دغه ترتیب دی فرایضو د واجباتو د نوافلو یو شان ده که نه. ته د مثال سره قرأت په فرایضو کې او قرأت په نوافلو کې دلته زمونږ یو ملاجان ده دی وایي چې په نوافلو کې قرأت که چېرته په اول رکعت کې قرأت لنډ وویل شي او په دوم کې اوږد وویل شي پروا نه لري. ته اوس د مثال سره کی سوره بقره اوله یاسینه تر اولایک علی هدم پوری دومره او وروسته په دویم رکعت کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلته خو په ښکاره باندې اول رکعتونه لنډ ویل کېږي قرت لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا ډېر اوږده ایتونه دي. په دې کې څه فرق ته وکړه نه یا ملا صاحب وایي چې په نوافلو کې پروا نه لري، په فرایضو کې فرق لري. اما هر هغه څه چې فرایض سوال دی واخیستل شوی وروره، منتظر اوسه ان شاء الله. ډیره مننه، انتظار اوسه ان شاء الله. په دغه حق کې تا ته او نور خلک چې په دغه موضوع کې سوال به ولري ان شاء الله سوالونه به حل شي. تماس بعدی ببینم که کدام هموطن ما و موضوع سوالشان چی باشد.
بفرمایید برادر قرن از ولایت ننګرهار. استاد محترم و مولوی محترم سلام تقدیم میکنم. و علیکم السلام. موضوعتان برنامه تومت است، ولی ما یکی از افسرهای اردو ملی بودم، قبلا زخمی شدم. حال همین نماز خود از پیشتکایی میخوانم، یکان مردم در مسجد خندام میکنن از مولید محترم، همین پرسانم میکنم که آیا همین نمازی که ما پیشتکایی میخوانم نمازم قبول میشه یا نمیشه؟ حتما انشاءالله قبول میشه، در این رابطه استاد جواب میگه براتون، منتظر باشیم. درست است، تشکر، زنده باد. خب یک چیز استاد در افغانستان همونطور است که هر کس مفتی هست دیگه. کوشش باید به این باشه که کسی که مسئول در یک رشته از او باید بپرسیم. بفرمایید خواهر، آخرین تماسی که از خواهرای ما هست. سوال اول من این میگه که امی کسی که جای میره یا یک تک میکنی که مثلا فلانی فلانه جای را به خاطر یک رفت توی رقم دو میزنه، آیا تا یادم گناهگار میشه یا نیست؟ چی گناه گفتن؟ کسی که جای میره باز چی میشه؟ آه مثلا کسی که جای میره یکی دیگه میگه وینه او فلانی بود فلانه جای را خدا میند خاطر کار را بعد را بکی را به چطور شد پیسر اینی تو مثلا میتن آیا این گناه داره نداره؟ و سوال دو نیست که همین نگن تو میای ترم کنی و گناه داره و نمازت نمیشه، ابروهای تبیسی میروزه نمیشه، نمازت نمیشه، میخوای منی را از مستی سای پرسانتونم 100% برم بگو یک کار درست است یا نیست. در رابطه با مو انشالله معلومات خواه دادم و عبرور هم همیش گفته، باز هم معلومات با شما و کسایی که سوال در رابطه دارن معلومات خواهن. تشکر از خدا، زنده باشین. سوال اول استاد، یک از برادرای ما گفتن که در بیرق کشوری ما کلمه شریف نوشته هست، ما از جاتری جا دیدیم که پارچه میشه، میفته، برف میزنه، باران میزنه و غیره، چگونه از حکمش؟ در بیرق، در دیوار، در هر جایی که کلمه نوشته باشد، اگر شمال به او میرسد یا باران بر رویش میبارد و بعدا او شمال و باران به زیر زمین میره، در این کدام اشکال شرعی دیده نمیشود، زیرا در اینجا قصدن ما توهین کلمه را نکرده ایم. قصدن ما کلمه را یعنی حرمتش را نشکستانده ایم، پامال نکرده ایم، اشکال ندارم. اما اگر یک نفر بیرق افغانستان و یا در این مکاتیبی که در ادارات استفاده میشه در اونجا نشان افغانستان است، در اینجا باز احتیاط بکنند که به زیر پا نفتد و اگر بیرق به پیشان میباشه بیرق توهین نکنند، به زیر پا نکنند، تکیه نکنند، به خاطر از اینکه در او کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. بله، تشکر استاد. سوال دوم از برادر ما گفتن که در این میزای گردی که ما میبینیم سیاسون میشینن، چند نفر، 4-5 نفر از زیاد از برنامه ها هسته، زیاد وقت که دیده میشد تهمت ها میشد، آیا بله. هم بخش از تهمت هست؟ بی دو نوع گپا در میزهای گرد میشه، یکی دروغ است، دروغای عمومی هست که فلانه قسم کرد و فلانه قسم کرد، که در این امی ضمن دروغ علیه یک انسان بری، یک انسان پاک تهمت میزنند. یعنی یک نفری که دلیل برش نداری، قرینه وجود ندارد و بالاخره هیچ حجت وجود نداره بر اما گناهی که تو ادعا میکنی، باز او را میگه که نه ای فلان گناه را کرده، این امی خودش اتهام است. و تا کسی که برای گناه یک کسی دلیل نداشته باشد نباید علیه آن شخص اتهام ببستد. و در این مورد الله سبحانه و تعالی هم در قرآن عظیم شان سوره احزاب می فرماید که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مؤمن و مؤمنه را، زن و مرد را آزار و اذیت میکنند، یکی از موارد آزار و اذیت مؤمن و مؤمنه ای است که علیه مؤمن و مؤمنه، علیه مرد و یا زن مسلمان تهمت بسته میکنند و این تهمت خودش نوعی از آزار و اذیت است. کسی که چنین کار کرده، این انسان فقد احتمل بهتانا، یعنی حمل کرده، مرتکب شده بهتان را و گناه بسیار آشکارا و مبین را. بله. و اگر چنین مواضع وجود داشته باشه، واقعا ناکاری های باشد و برای مردم ناکاری هایی که باشد، نواقصی که باشد،
یعنی به این نمیشه که ما او را عموماً به کل مردم برسانیم. سر اصل موضوع ما باید تماس بگیریم. حالا مثلا ما میبینیم که در یک اداره یک کس رشوت خور است. خب سرش مطمئن هستیم. خوب است که در اینجا ما دلایل و شواهد جمع آوری بکنیم. یا یک کسی به گونه فاسد است که هیچ حد نداره. حالا به این نمیشه که ما در رسانه بشینیم بگیم که فلان فاسد است. یعنی فاسد است چطور کنیم خی؟ تو باید به اداره مربوط شواهد و اسناد ارائه بکنی که تا اداره مربوطی که ایره تعیین و مقرر کرده پس منفکش بسازد. متاسفانه که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و جایی نیست که بله. بله. دیگه ای که رسانه ها میگن که ایره عام بسازن هر کس خبر شود. یعنی عامش ساختم کل اگه خبر شد که فلان کس فاسد است فلان کس یا فلان اداره چون این مشکل نداره آیا کدام نره پیدا شد که برود امو فاسد از اونجا دور بکنه آیا کدام مرد پیدا شد کدام مخلص و وطن دوست و وطن پرست و دین پرست پیدا شد که برود امو فاسد و امو گناهگار و مجرم از اونجا دور کنه نه بس ای کار ما نتیجه نمیده غیر از اینکه وقت خدا ضایع بکنیم بس اصل گپ در این جایی است که ما زمانی که زعامت تعیین میکنیم وکالت تعیین میکنیم افراد خبیر و آگاه و دلسوز و مسلمان و وطن دوست را تعیین بکنیم که هیچ وقت در وقت تعیین و در وقت رای دادن به یک وزیر تحت تاثیر پول و پیسه و مادیات و زور و زر نرود بله. ما اساسی باید در عرصه ریشه‌کن کردن فساد باید که اقدام بکنیم بله. انشاءالله خدا مهربانت کم کم شروع شده بله. یک آینده خوب بخیر داشته باشیم از زنی بینیده حال یک وقفه داریم بعد از وقفه باز هم در خدمت شما قرار میگیرم عزیزان بیننده خوش آمدید به ادامه برنامه سوالی که از خواهرای ما بود استاد گفتن که شوهرشان بسیار بد اخلاق است به خانه که میه بسیار لعن و فاج میگه و این خانم هم گفت که ما در مقابل چیز نمیگم و امی آرامش ما هم سبب پاداش ما میشد یا خیر و چی کار کنم در مقابل چنان انسانهایی که امی هر گپ عادیش فاج گفتن و لعن گفتن است این خانم در مقابل شوهر خود دو وظیفه دارد یک وظیفه امر بالمعروف و نهی عن المنکر بله. یعنی وقتا فوقتا شوهر خود نصیحت بکنه با شوهر خود وعظ بکنه و شوهر خود را متوجه اشتباهاتش بسازد بله. دوم در مقابل فحش و ناسزای شوهر خود صبر بکند بله. زیرا الله سبحانه و تعالی امرای صابرین است اگر یک خانم صبر بکنه انشاءالله خداوند متعالی مشکلش حل میکنه مره. اما به هیچ عنوان جواز ندارد که شوهرش اگر فحش و لعن و طعن میگه ای هم فحش و لعن و طعن بگوید به هیچ عنوان نه اما اگر شوهرش بعضی گپای زشت و بعضی تهمتهای را علیه و به آدرس خانم خود استعمال میکنه خانم میتواند که به گونه منطقی و به گونه عاقلانه و حکیمانه جوابایش بدهد مثلا خانم میگه که تو دزدی کردی یا تو به طور مثال گناه کردی ای از خود دفاع بکنه برای دفاع خود به لهجه آرام و مدلل و منطقی میتواند که جوابای شوهر خود بدهد اما لعن و فحش و ناسزای شوهر خود را پس به لعن و فحش و ناسزا جواب کرده نمیتونه بله تشکر استاد سوال دومشون گفتن خانم ما میدونه قبل از نماز ادای نماز جمعه نماز پیشین خدا بخونن وقتی که وقت داخل شده باشه اشکالی ندارد او خانم هایی که به مساجد غرض ادای نماز جمعه تشریف میبرند خب واضح است اما اگر در خانه خود هستن قبل از نماز جمعه با مجردی که نماز پیشین وقتش داخل شده باشن می توانند که نماز پیشین خدا بخوانند اشکال ندارد تشکر یا ورور در سر پل نالیگنی ولی وی مون سلور ورون یا پنزو خورگانی کلچ تقسیمات وشو پوزمکه که یا پو کروکی زمونگ خورونو ویل چه مونگ در کورونو نه حق نه اخلو
اوس چې وخت تیر شوی دی تقسیمات هم وشو، اوس هغوی غواړي چې خپل حق واخلي. آیا هغوی کوی سي چې خپل حق بیرته واخلي؟ نه، کله چې د خویندې د خپل حق نه تیریږي د ورونو لپاره، مثلا همدغه څلور خویندې یاد کړه، پنځه دا څلور خویندې ته په طور مثال یو حولی رسیږي. دوی اوس وایي چې زه هسې موږ وادونه کړي دي، دغه یوه حولی مکمل د ورونو لپاره شي، دا هیبه شو، بخشش شو. په بخشش او په هیبه کې قاعده داده، کله چې یو کس خپل خاوند یا خاوند خپل ښځه ته بخشش کوي، یا خپل او خپلوان لکه همدلته خویندې ورونو ته یو شی بخشش کوي، یا په هغه صورت کې چې یو شی یو کس ته بخشش کړي او هغه په هغه کې تصرف وکړي، ځمکه دې ورته ورکړه، اوس په کې کور جوړ کړی دی، د تصرف نه وروسته او خپلوانو ته زول ارحامو ته بخشش کول، زوج زوجې ته او زوجې زوج ته بخشش کول، چې کله بخشش وشو دغه نه وروسته پښیمانی بیا په درد نه خوري او رجوع نشي کولی. اوس د خویندې هم رجوع نشي کولی، ځکه چې دوی ورونو ته بخشش کړي دي. که پردی ته بخشش کړی وي نو کولی سول چې دوی رجوع کړي رجوع کړي، اما اوس چون خپلوانو ته ورور ته ذوی الارحم ته بخشش کړی دي، اوس نو د دوی ادعا او د دوی رجوع معنا نه لري. ولو که شفایی هم وي ارقم اصلا تعامل خو په افغانستان کې داده چې دغه بخششونه او د هیبې دا ټول شفایی وي. بله، ډیره مننه، ډیره مننه. یک از خواهرای ما تماس داشتن، گفتن که خفه نشن خواهرای ما، امو گپای زنانه ای هست، میگه که جاروب در پایت بخوره جنگ میکنی یا تهمت بالایت بسته میشه، آیا یه حقیقت دارد یا خیر؟ بخیری کل گپای به اصطلاح ما شما گپای سر چوک است. بله، هیچ کدام سبغه و یا اساس شرعی ندارد. یا روز جمعه کالا نشو، کالا نشو، یا شب ناخون نگیر، یا در خانه فلان کل چیزا هست که در شریعت، یا شب جاروب نکن، اساس ندارد. بله، تشکر استاد. سوال دومشون گفتن که میگه کسی که روزی شش یک را بگیره، اگر قرضدار باشه روزی شش یکش نمیشه، راست میگه؟ میشه، مهم نیت است. حالا یک خانم قرضدار است شش روز یا هفت روز، حالا میخواه که روزی شش شوال بگیره، مهم نیت است. اگر روزه شش شوال نیت کرد، از شش شوال و روزه سنت است. اگر روزه قرضی را نیت کرده باشه، از امو روزه قرضیش محاسبه می شود. اما اصل سوال یک قسم است که خوب یک نفری که قرضی داره که او قرض هم فرض است، آیا می تواند که شش یک یک عمل و یا روزه سنت است بگیره؟ بله، هیچ اشکال نداره. حتی بسیار خواهرها میگد که خب ما نمیتوانیم که شش روز قرضارم هستیم و شش شوالم در یک ماه 12 روز روزه بگیریم، حالا چی کار کنیم؟ قضایی را اول بگیریم یا شش شواله؟ ما برشان میگم که شش شواله بگیرین، زیرا با گرفتن شش شوال شما امی فضیلت را که خدا در مقابل این روزه وعده کرده است نصیبتان میشود. و قرضی هر وقت میشه، خو شش شوال فقط در امی یک ماه میشه، این فرصت از دست ندهید، شش روز روزه را در این ماه بگیرید، بعدا قضایی را در دیگه ماها هم گرفته میتونید. بله، تشکر، زنده باشین. یه ورود کارنتین داونه لیکنه ولی وی ده فرض او ده سنت یا ده نوافل پو ادا که او پو ترتیب که آیا کم توپیرشته او کنه؟ نه، فرض، نوافل، سنن سمه خبره ده چې په ثواب کې توپیر شته، اما په ادا کې او په لزومیت کې هیڅ کوم فرق نشته. قرائت کې یا په قرائت کې، فرض کې، په ټول احکام کې فرض، سنت، مستحب، د ادا په عرصه کې هیڅ کوم توپیر نه لري. دا په دې معنا ده چې ته اوس د مازدیګر مونځ کوي، دا خو اصل فرض دی، خود تو د مازدگر د مانزن مخ که څلور رکات یا دو رکات نفل کهی، اوس نفل مخ که پو تا بانده فرض نو، خو کله چه دنیت و تلارو الله اکبر دی ویل، اوس پو تا فرض شو چه دا ادا که. ذکر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی لازم نفلو به شروع، او قاعده فقه هم دا چه لازم نفلو به شروع، نفل عمل او مستحبی عمل بانده چه کله شروع کرد، د شروع متصل
چې شروع دی وکړه په نفل باندې په تا باندې اوس فرض شو چې فرض شو اوس لکه فرض غوندې سجده سهو است بالاخره رکوع قرائت سجده دا یو مثال وویل جناب افروتن سی وبخه وایي که په فرض کې په اول رکت کې قرائت اوږده به ووایي او په دوم رکت کې به لږ لنډ ووهي او په سنت کې که زیات بشي او به کم شي دې کې میو توپیر شته ټول یو شی دی فرق نه لري په فرض کې هم پر اول رکت او په دوم رکت کې اول رکت کې قرائت کې لږ اوږده شي په دوم رکات کې اختیار لري چې مساوي وایي یا لږ کم کوي اما دا مکروه ده چې په اول رکات کې قرات او آیاتونه کم یا په دوم رکات کې یعنی زیات وي دا په نفل په سنت او په فرایزو کې ټول یو شی دی او دا ورور بل مثال وویل چې کله به داسې وي چې آیات وړوکې وي اما په بل رکات کې آیات اوږده وي خو کم وي آیا دا سه حکم لري مثلا یو کس تا یو قینونه پورې تلاوت کوي په اول رکعت کې چې دا تقریبا نیم صفه یا څه کم یو صفه ده کنه خو په دوم رکعت کې د آمن الرسول نه شروع کوي اوس دلته سوال دا دی چې په اول رکعت کې آیتونه ډیر دي اما مقدار د کلمات و الفاظ زیاد دي خو دوم رکات که آیتونه کم دی خو مقدار دی کلمات او الفاظ زیادی پدی اول که کم دی دوم بله پدی اول فقها فرمایی چه مهم اغا آیتونه دی بله خدایو که چه تی پا دوم رکات که آمان رسول و نشروع که داغا دری آیتونه دی خو پا اول رکات که الف لا میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون تر دوم را پورې وای چې د وخت او د کلماتو په حساب کم دی خو درې آیات دی په دوم رکعت کې هم کلمات ولو که یو صفه هم وي خو بیا هم آیتونه مغه آیتونه یا لکه د دریم سپاره یا ایها الذین آمنوا تطایان تن پنزلس بله یعنی مکمل یو صفه ده خو آیه مداینه بله بیا فقها یو بل خبرم کوي وای کله کله به داسې هم کولی شي چې په اول رکات کې یا مطلقا د قرائت د هغه وجوب د ادا لپاره چې حداقل هغه فرضي قرائت ادا شي ته صلاحیت لري چې درې آیتونه حداقل یا یو اوږده آیت به وایي لکه آیه مداینه یا آیت الکرسی په اول رکات کې آیت الکرسی وایي په دوم رکات کې درې وړوکې آیتونه وایي دا هم اشکال نه لري یا په اول رکات کې همدغه درې آیتونه په دوم رکات کې یو آیت الکرسی آیه مداینه چې اوږده وي دا هم یعنی حد اقل هغه فرض یا قایم مقام د درې آیتونه کیدای شي ډېره مننه یک از برادرای ما گفتن که در اردوی ملی بودن زخمی شدن بعد از اول وقتی که بعدای نماز میرن در مسجد نشسته نماز میخونه تعداد از دوستای هستن میگه که بالای ما خنده میکنه آیا نماز ما میشه؟ بله بالکل شما معذور هستن در حالتی که یک انسان عذر داشته باشه میتواند که نماز نشسته بخواند نماز حتی به حالت خواب به حالت اشاره بخواند این قضا و قدر و چیزی هست که از جانب الله سر برادر ما آمده اما برای دیگر کسان و مسلمان ها به هیچ عنوان اجازه نیست که سر برادرش خند بزند استهزا بکند بخندد زیرا این کار الله هست ایتور روز شود که امو کسایی که میخندن خدا سر و نباید شاید امیت یک مصیبت بیاره پس خنده کردن استهزا کردن در شریعت اسلامی سر برادر مسلمان و خواهر مسلمان خود حرام از جواز نداره تشکر است زنده باشیم یک از خواهرات تماس داشتن گفتن که کسی که جای میرد بعد از دیگه دوستایش هسته که بالا از اون تهمت میبنده کجا رفت چی کرد چی نشد چه قسمت هایی هم گناه داره؟ خب در این مورد نبی صلی الله علیه و سلم میفرمایه ظن المؤمنین خیر ما لم یرا شره شما در رابطه با مؤمنان عام از اینکه مرد باشن و یا زن باشن گمان نیک بکنن حالا یک خانم اگر از خانه خود میبرایه گمان بد سرش نکنیم که خدای نکرده ای به گناه و فحشا رفت گمان نیک بکنیم شاید به سودا رفته باشه شاید خانه دوست خود رفته باشه شاید خانه
پدر و خانه برادر خود رفته باشه، یعنی گمان نیک بالای امی خواهر و بالای امی خانم شود. مگر گاهی گاهی چنین میشه که بعضی افراد و اشخاص فاسد که امی عمل کردشون در دیگه جاها معلوم شده، یا یک زن هر روز از خانه میبراید، اگر سودا هم باشد خب دیگه هر روز ضرورت نمی باشه، خانه دوستا هم اگر باشه هر روز ضرورت نمی باشه. اینجا ما تهمت علیه ازی خانم نزنیم، بلکه جستجو بکنیم، کوشش بکنیم که این خانم اگر بدون ضرورت از خانه میبراید، به طریقه حکیمانه و عاقلانه ایر متوجه اشتباهش بسازیم. خواهر هر روز کجا میری؟ محلی. چی ضرورت است؟ چی مشکل داری؟ باز در همینجا هم اتهام علیه خانم بسته کرده نمیتوانیم، اما کارهای اصلاحی را برایش انجام داده میتوانیم، ولی گمان بد به هیچ عنوان درست نیست. بله، تشکر استاد. وقت ضرورت میباشن آگزید ضرورت خود را حل میسازن. سوال دومشان رنگ کردن مو و همچنون چیدن ابرو حکمش چگونه است؟ رنگ کردن مو برای خانم ها هیچ اشکالی ندارد، برای مرد ها رنگ کردن مو هم اشکال نداره، سر در مورد موها رنگ سیاه علما بحث دارند، ولی در مورد رنگ کردن موهای مردا با رنگ سیاه حدیثی است که نبی صلی الله علیه و سلم به پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هدایت میدهد که امی موهایش شما رنگ کنین، خود جنب و سواد از رنگ سیاه شما اجتناب بکنید. اکثریت فقها و علما اینمی جز حدیث دلیل گرفتن و به استناد به می جز حدیث میگن که سیاه کردن مو برای مردا حرام است. اما احادیث دیگری هم هست که نبی صلی الله علیه و سلام می فرماید که شما موهایتان را سیاه بسازن، زیرا فانه ارغب للنساء، ای بسیار ارغب از بزانا، یک نفر کمک زود ریش سفید میشه، زنش جوان است، اشکال نداره که همو دل زن خود به دست بیاره. بله. یا احیب للعدو، دشمنه میترسانه، مجاهد از دستنگر حق خاطر از اینکه جوان معلوم شه دشمنه بترسانه. بله. اشکال نداره. و دیگه ای که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و یک تعداد صحابه دیگری هم موهای سر و ریش خود به رنگ سیاه رنگ کرده بودند، ولی کسی بالایشان ممانعت و یا بالایشان کدام پابندی وضع نکرد. پس از این معلوم میشه که اگر یک کسی به اندازه ریش سفید باشه که بیخی دیگه قوارش هم به جوانا نمیخونه، بر از او آدم لازم نیست که به رنگ سیاه سیاه بکنه، چرا دیگه سنش تقاضا نمیکنه. اگر یک نفر سنش نسبتا خوب است که خیلی مکمل بالا نیست، در اینجا ریش و سرش سفید شده، باز میتونه که به رنگ سیاه سیاه کنه، زیرا به حالتش یک کمک مطابقت هم داره و از تلبیس و از خدعه و فریب هم به دور است. تشکر استاد، زنده باشین. چیدن ابرو را گفتین؟ چیدن ابرو دیگه بارها گفتیم که حرام است، عام از اینکه شوهرش اجازه داده باشه و یا اجازه نداده باشه. نبی علیه الصلاه و السلام در صحیح مسلم حدیث نقل است که میفرماید لعن الله النامسه والمتنمسه، الله تعالی لعنت کرده است بالای او خانمی که ابروی خود میچینه و بالای او خانمی که ابروی دیگر خانم‌ها را میچینه. مگر در صورتی که ابروها موهایش زیاد باشه و بر سر چشمش آمده باشه اصلاح میتونه، اما برای حسن و جمال ابروی خود را نازک کردن حرام است. تشکر استاد، زنده باشین. یک از خواهرای ما تماس داشتن، گفتن که من دختر خود را به کسی داده بودم، او انسان نیک نبود، انسان نادرستی است، ما میخواهیم که طلاق او دختر را بگیرم، چرا او نه و فامیل و نه خود از او انسان چنان آدمی نیست که حتی از نفقه از او برایه. بله. و مدت 5-6 ماه میشه که نفقه از او نپرداخته، حالا هر چه کوشش میکنیم که طلاق از او بگیریم ما نمیتونیم، چی راهنمایی میکنین شما؟ در رابطه با نفقه امام ابو حنیفه رحمه الله نظرش چنین است که اگر مرد نفقه خانم خود پرداخته نمیتوانه، از دو حالت خالی نیست، یا نداره که دیگه خود ندارد، خانم هم باید گزاره کنم روش، اگر داره قاضی ملک قوم مردم میتونه که مالش رو بفروشه نفقه. و حتی چنان گفتن هم استاد برز پوزیش که انسان بده هست من و... فهمیدم سوالش رو فهمیدم، یعنی که به عباره دیگر امی شوهر ازی سرمی خانم کارای بده انجام میده. بله. یعنی به عباره دیگری شوهر دیوس است، به غیرت است. در اینجا
باز دو راه وجود داره. یک راهی است که شوهر اصلاح شوه، در راه خدا بیایه، از گناهی که سری خانم خود انجام میده و زور توبه بکنن. اگر اصلاح شد فبی هوا نعمت، کار خوب است. اگر اصلاح نشد بازی خودش یک ضرر است، یک گناه است، یک اذیت است. به اساس تفریق به ضرر اول خوی خان شوهری را طلاق بده. اگر طلاق ندای نمیتوانند که به محکمه مراجعه بکنند. اگر شوهر حاضر شد خوب، اگر حاضر نشد غایبانه قاضی هم میتونه که برش طلاق بده. تشکر. تفریق به اساس ضرر میگویم. ضرر میگن. تشکر استاد. یک از خواهرات تماس داشتن، گفتن که مامایشون خواستگاری برشون می، فکر کنم برای بچه شو و مادرش هم رضایت داره یا کس دیگه ای هست، اما خودم رضایت ندارم، چرا که اون مردم یک ذره سختگیر هستن. چی نظر میدین؟ بیبی به خواهر ما تو توصیه میکنیم که در صورتی که اینمی پسر که از شما یا می فامیلی که از شما خواستگاری میکنه، از لحاظ شرعی کدام ممانعت شرعی در او فامیل و در وجود پسر نباشه، دین داره، اخلاق داره، اقدام بکنن، ازدواج بکنن، نامزاد شوین. اما اگه این دختر میگه که نه، یک مشکل شرعی در وجود این بچه هست، اخلاقش خوب نیست، دانش نداره، انسان لاوبالی است، دیگه باز در اینجا تو صلاحیت داری، ای خانم صلاحیت داره، ای دختر صلاحیت داره که به اختیار خود با یک بچه نکاح بکنه. یعنی اول صلاحیت خانم در هر دو حالات است، امی آدم آدم خوب است یا بد است، خانم صلاحیت داره، میگیره یا نمیگیره. این یک جنبه قضیه هست. اما توصیه و پیشنهاد ما و شریعت به این خواهر مایی است که اگر این پسر کدام مشکل جدی شرعی نداشته باشد، باید شما با مگپ پدر و مادرتان عمل بکنند و امو بچه را بگیرند. اما این خواهر گفته که قیدگیر است. قیدگیر به چی معنا؟ ما خود نفهمیدیم معنای قیدگیر. اگر قیدگیر به این معنا بود که میگه تو را میگه حجاب بکو، بی جا نرا، بی جا نگرد، در آروسی هایی که دنگ و دول و ساز و سرنه است نرا، دیگه از این که در بچه خوب پیدا نمیشه، از این که در آدم خوب پیدا نمیشه. و ای را ما قیدگیر نمیگیم، در حقیقت ای تو را آزاد ساخته. از چی؟ از آتش جهنم، از پریشانی ها، از مشکلات. تو را ای قیدگیر نیست، در حقیقت بر تو آزادی داده است. تشکر استاد، زنده باشیم. سلام مجدد میکنم به عزیزانی که از طریق فیسبوک برنامه سوالات خود را مطرح میکنن. یک از دوستان ما سلام و احترامات گفتن، یک خانم سوال داره استاد، میگه که ما یک طفل داشتم که در خارج زندگی میکنیم، شوهر ما در افغانستان بود، 4 سال بود که من نتونستم او را کمک بکنم که بیاید به خارج. به خاطر از اینکه طفلک از کمک هایی که در خارج است مستفید شوه، طلاقت جور میشه، شاهدین هم میره در افغانستان پیش ملا و طلاق را میگیره. آیا طلاق واقع شده در بین ما یا خیر؟ بله واقع شده، گپ خلاص است. سه چیز است که نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید: جدهن جد و هزلهن جد، الطلاق و العتاق و النکاح، و فی روایت الیمین. سه چیز یا 4 چیز است که اصل آن هم اصل است و مذاق و بالاخره تقلب آن هم اصل است، که طلاق است، نکاح است، آزادی غلام است و قسم است. حالا اگر اینا به خاطر امو طفل یا به خاطر کمکی که به او طفل شود، هر رقمی که کرده باشن، وقتی خط نوشته شد طلاق داده شد، طلاق واقع هست. دیجا هم طلاق حالات داره استاد؟ بله، اگر در نوشته یک طلاق باشه رجوع میتونن تا 3 ماره یا تا 3 حیزه. اگر از 2 طلاق باشد باز هم رجوع میتونن. اگر 3 طلاق باشه خلاص از دیگه، از رجوع هم خلاص است و رجوع نمیتونن. بله تشکر استاد، زنده باشیم. به نام سمر الدین، السلام علیکم. و علیکم السلام. من عادت دارم نماز را زود میخوانم، چی کنم؟ یه عادت، عادت بد است. نماز باید با آرامی و با رفق و با ادای رکوع و سجده و قیام و قرائت به گونه ادا بکنیم که در وقت نماز آنچه را که میخوانیم به معنایش هم بفهمیم و حضور قلبی ما کامل باشد. تشکر استاد. به نام زلاله، زلال سلام علیکم. و علیکم السلام. اول ششیک را بگیم یا قضای خود را؟ قسمی در شروع گفتن استاد، اول ششیک ببینیم بعد باز. بله بله، قضای خواهر وقت فرصت است.
اما 6-1 وقت محدود داره، کوشش کنه نوال 6-1 باز بعدم قضایی. تشکر استاد. عبدالمتین رحیمی، السلام علیکم. و علیکم السلام. مادرم فلج است، کسی با من کمک نمی کند و خانم هم مریض است و ناگزیر میشم که باید لباس مادرم ما تبدیل بکنم. آیا دیگه من میتونم؟ مشکل نیستم. یعنی برادر هستی؟ مادرش است. نه نه، امی بله پسر است. فرزند پسر است یا؟ پسر است. دیگه اشکال نداره. خوب خوی است که یک خانم همی کار بکنه، ولو که خانم خود از امی برادر باشه یا خواهرایش باشه، اما اگر هیچ کسی پیدا نمیشه دیگه از روی مجبوری و ضرورت این پسر هم این کار کرده میتواند. تشکر استاد. عتیق الله پژواک، السلام علیکم. و علیکم السلام. در رابطه به موضوع طلاق چنین خوانده بودم که اگر یک شخص زن خود را 3 طلاق، 10 طلاق یا 20 طلاق میگه، در این حالت یک طلاق یعنی رجعی میشه، نه طلاق مغلظه، چنین است؟ بله، در اینجا گپ هست. 4 مذهب اهل سنت و الجماعت میگه 3 طلاق با یک لفظ، 10 طلاق، 12، 20 خودگارایش ملغاست، اما 3 طلاقش با یک لفظ ارسش واقع هست. این طلاق مغلظ میشه. اهل سنت و الجماعت و نظر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است. اما اگر طلاق جدا جدا باشد، طلاق، 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 3 طلاق بگوید، در این مورد نظر اهل سنت و الجماعت و حضرت عمر باز هم همین است که این هر 3 طلاق واقع میشه و نظر دیگر فقها هم همین است که هر 3 طلاق واقع میشه. در این دیگه هیچ شک نیست. صرف 3 طلاق با یک لفظ اگر بگه که 3 طلاق هستی، در این مورد حضرت ابوبکر صدیق در رای و نظر اولیش همی بوده که 1 طلاق. و ابن تیمه رحمه الله در مجموع فتوا هم از همین نظر پیروی کرده و می فرماید که 3 طلاق در 1 لفظ 1 طلاق واقع می شود. این حال ما ببینیم که تو در کدام مذهب هستی. اگر در امی مذهب 4گانه هستی خود طلاق واقع است. اگر در مذهب امام جعفر صادق هستی باز اهل تشیع و فقه جعفری میگه که 3 طلاق در 1 لفظ بیخی واقع نمی شود، ملغا هست. چنانچه که اگر در این مورد اشتباه کرده باشم میتونن اونا تصحیح بکنن. این چیز ما در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته خواندم که از فقهای جعفری هم در اونجا نقل قول شده. بله. تشکر استاد، زنده باشین. عزیزان بیننده برنامه روش روشن، این بود برنامه کنونی ما. موضوع هفته آینده ما در رابطه با اخلاق همسرداری هست. تا یک باز هم جمعه بعد خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. یکایک شما را به الله یکتا می‌سپارم.